گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نوسازد سازد دائم با تو ماند گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست هدیه ابدی عیسی مسیح به ما هدیه ابدی عیسی مسیح به ما دوست خوب من وقتی ما به صلیب نگاه میکنیم شاهد سخت گیرانه ترین عمل انسان که در طول تاریخ انجام داده و به معرض نمایش گذاشته شده هستیم با مشاهده صلیب ما به یاد میاریم که یگانه پسر خداوند خود خداوند به گونهای بسیار خشونت و بیرحمانه بر روی چوب های صلیب میخکوب شد اما در مقابل این فداکاری عظیم خداوند عیسی مسیح برای بشریت به راستی انسانها چه عکس عملی انجام دادند عزیزان به خاطر وجود گناه انسانها یعنی ما قدوسیت عیسی مسیح را رد کردیم و او را نپذیرفتیم ما در مورد عیسی مسیح دروغ گفتیم و شایعه ساختیم بله ما نمیخواستیم هیچ کاری با پسر خداوند خداوند عیسی مسیح داشته باشیم پس در مورد او دروغ گفتیم و نهایتا هم او را به مرگ محکوم نمودیم و بر روی صلیب کشتیم بله دوست خوب من با مطالعه کلام خدا و فرا گرفتن نحوه زندگی عیسی مسیح و آموزه های او به بشر و نهایتا مرگش بر روی صلیب جلجتا می بینیم که انسان چگونه محبت فیض و رحمت بیمانند خداوند را ناعادلانه پاسخ دادند اما خدا را شکر که ما خداوندی بسیار بخشنده، مهربان و پرحکمتی داریم خداوندی که ما را از روی حکمت و محبت الهی خودش آفریده تا با ما در رابطه مستقیم پدر و فرزندی باشه و نه اینکه ما را به خاطر گناهانمون مجازات کنه و نابود بله دوست خوب من خداوند پدر آسمانی مهربان ما ایمانداران به عیسی مسیح به خوبی آگاه بود و میدونست که ما انسانها به خاطر طبیعت گناهکارمون گنجایش فکری شناخت صحیح از او و به او ایمان آوردن را نداشتیم در مقابل این کمظرفیتی گنجایش فکری و طبیعت گناهالود ما خداوند ما را به حال خودمون رها نکرد. بله خداوند مثل ما انسان ها فکر نمیکنه عمل نمیکنه و محبتش هم مثل ما انسان ها شرطی نیست. وقتی ما خداوند عیسی مسیح را نپذیرفتیم و هدیه فیض او را رد کردیم وقتی ما خداوند عیسی مسیح را مسخره کردیم تهمت زدیم کتک زدیم فحش دادیم و نهایتا هم او را به فجی ترین وجه ممکن بر روی صلیب جلجتا میخکوب کردیم خداوند در صدد ترک ما و یا انتقام از ما بر نیامد میدونید در عوض این همه قدر نشناسی و جفا در حق یگان پسر خداوند عیسی مسیح او برای ما چه کار کرد؟ عزیزان خداوند در واقع محبت بیمانند خودش را برای ما به اثبات رسانید میدونید چطور خداوند در عوض گناهکار بودن ما رد کردن او جفا به او و مصلوب کردنش محبتش را به ما ثابت نمود؟ جواب این سوال را در کلام خود خداوند در کتاب رومیان فصل پنج و آیه هشت میابیم. این آیه میفرماید اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود این که گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود آمین بله عزیزان زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم خداوند یگان پسرش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا در راه ما فدا بشه خدا را شکر به خاطر این فیض و محبت بیمانندش برای ما دوست خوب من درس مهمی که این آیه به ما میده اینه که نجات ما یعنی بخشایش تمامی گناهانمون و دریافت حیات ابدی در بهشت با خداوند کاملا و به طور یک پارچه هدیه است از طرف خداوند پدر آسمانی ما ایماندارانه به عیسی مسیح به ما نجات ما بخشش گناهانمان دریافت حیات ابدی در بهشت با خداوند چیزی نیست که ما بتونیم با سعی و تلاش و کوشش های انسانی خودمون به دست بیاریم عزیزان ما باید همیشه یک اصل حیاتی را به خاطر داشته باشیم و اون اصل اینه که ما هرگز نباید تصور کنیم میتونیم اونقدر پاک و بیگناه باشیم که بتونیم راه رسیدن به خدا و با او بودن را با اعمال خوبمون به دست بیاریم دقت کنید کلام خدا در افسسیان فصل دو و آیات هشت و نه این مهم را کاملا برای ما روشن میکنه. در کلام خدا در کتاب افسسیان فصل دو و آیات هشت و نه میخوانیم بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد آمین عزیزان هیچ انسانی نمی تونه اونقدر پاک و بیگناه و قدوس باشه که بتونه در حضور قدوس و کاملا بیگناه خداوند حاضر بشه و با او زندگی کنه فقط خود خدای قدوس، پاک و آری از هر گناه، خودش باید برای پاک کردن ما و پرداخت جریمه گناهان ما به نزد ما میومد. بله، فقط خود خدای قدوس، پاک و آری از هر گناه میتونست تاوان گناهان بشریت را یک بار برای همیشه هم کاملا بپردازه. خداوند با ارسال یگان فرزند عزیزش ایسای مسیح به این جهان و ایسای مسیح با مرگ داوطلبانه خودش بر روی صلیب جلجتا فیض خداوند را برای تمامی بشریت مهیان مود و به اثبات رسانید دوست خوب من دعا می کنم شما امروز به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا گناهانتون بخشیده بشند و از حیات ابدی در بهشت در نزد خداوند برخوردار بشید عزیزان باورهای دینی موجود در جهان که ساخته و پرداخته اذهان انسانها و یا شیطان هستند به دروغ میگند ما باید خودمون سعی کنیم به خدا برسیم برای رسیدن به این هم راههایی هولناک و غیر اخلاقی و برخلاف سیرت خدای پاک، قدوس و مهربان را به پیروان خودشون تحمیل میکنند، دوست خوب من خدا خودش این مشکل بشر را حل کرد خداوند خودش آمد جریمه تمام گناهان ما را یک بار برای هم میشه کاملا پرداخت و حال تنها از ما میخواد که به کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاریم و زندگیمون را به او تسلیم کنیم این تنها راه نجات یعنی بخشش گناهانمان و دریافت حیات ابدی در بهشت با خداونده اجازه بفرمایید تا نکته بسیار مهم دیگری را در ارتباط با فیض و بخشش خداوند خدمت شما عرض کنم از اونجایی که نجات ما فقط توسط فیض خداوند در ایمانمان به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب به ما هدیه داده میشه و نه به خاطر انجام اعمال خوب بنابراین ما هرگز این نجات را از دست نخواهیم داد چرا چون خود خداوند این حیات ابدی را به ما داده و هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه فیض خداوند را از ما ایمانداران به عیسی مسیح سلب کنه لطفا دقت کنید هیچ گناهی اونقدر بزرگ نیست که خداوند نتونه یا نخواد در صورت درخواست بخشش ما از او در نام عیسی مسیح و ایمان به او اون را کاملا ببخشه بله ما حتی بعد از ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی گاهی مرتکب گناه میشیم ولی همونطور که عرض کردم در صورت درخواست بخشش از خداوند در نام عیسی مسیح و تسلیم کامل زندگیمون به وی خداوند حتما ما را میبخشه و در فیض الهی او باقی میمونیم شاید شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید ولی بنا به هر دلیل امروز قفلتا مرتکب گناهی شده اید و حال فکر می کنید که خداوند دیگه شما را نمی بخشه اما دوست من اگه این شرایط زندگی امروز شماست امیدوار باش و دلگرم بدن میخکوب شده ایسای مسیح بر روی صلیب تمامی گناهان شما را بر خود گرفت، متحمل شد و تاوان اون گناهان را با هدیه داوطلبانه جان خودش کاملا پرداخت نمود. خداوند عیسی مسیح هرگز درخواست بخشش هیچ ایمانداری را که فروتنانه و صادقانه به گناهانش اعتراف کنه را رد نمی کنه. این نباید جواز تکرار گناه را به ما بده بلکه به ما یاد میده که چقدر خداوند مهربان پرفیز و وفاداره خداوندی که در زمانی که ما او را نمی شناختیم او ما را بهتر از خودمون می شناخت و بیشتر از جان خودش دوست می داشت خداوندی که برای اثبات محبت خودش به ما و ایجاد رابطه صمیمی دائم و پدر و فرزند گونه مادامی که ما هنوز گناهکار بودیم به جای ما جان خود را داوطلبانه هدیه نمود خداوندی که حتی بعد از ایمانمان به او اگر ما صحوان مرتکب گناهی بشیم او ما را در صورت اعتراف به گناه و درخواست بخشش در نام عیسی مسیح حتما می بخشه عزیزان در کلام خدا در اول یوحنا فصل یک و آیات هشت و نه می خانیم اگر بگوییم گناهی نداریم خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد این کار خدا کاملا منصفانه و درست است زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. آمین. عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم که برای بخشش گناهان من و برقراری رابطه صمیمی و دائم راهی مهیا فرمودی خداوند از تو سپاس گذارم مادامی که من هنوز گناهکار بودم تو خداوند عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب تاوان گناهانم را کاملا پرداخت نمودی عیسی مسیح از تو سپاس گذارم که درخواست بخشش من از گناهانم را میپذیری و مرا کاملا میبخشی عیسی مسیح به من کمک کن تا از هر فکر و عملی که خواسته تو در آن نیست و نام تو را جلال نمیده دوری کنم خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و الهیت استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین